بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در بحث از اخلاق و وجدان اخلاقی رسیدیم به عدل و عدالت. حالا در این فرصت از عدالت صحبت میکنیم. اونهایی که اصحاب بحث هستن میدانند که ما یک دور کتاب عدالت اجتماعی رو موضوع بحث کردیم و تعریف های مختلف از عدالت رو یک به یک نقد کردیم. حالا ما فرصت بازگشت به اون کتاب رو نداریم، اما بسیاری هم هستن که اون بحث ها رو در اون موقع نشنیدن. پس خیلی کوتاه از سه تعریف از عدالت بسنده می کنم. یک تعریف بر پایه برابری از عدالت شده است، یه تعریف بر پایه نابرابری شده. این هر دو تعریف بر پایه فلسفه قدرت یا بنابر بیان قدرت میتونستن به عمل بیایند و به انجام گرفتند. در اگر به اندیشه راهنما بیان استقلال و آزادی باشه، این دو تعریف از عدالت نادرست است. ولی اول این دوتا رو ما مثال روشن کنیم ببینیم که چرا اینها کاربرد ندارن. یه تعریف بر پایه عدالت بر برابری، اون که میگوید همه انسان ها برابرن. بسیار خوب. خود همه انسان ها برابرن در چی برابرن؟ در حقوق برابرن، صحیح. در این که مجموعی از استعدادها و فضلها هستن برابرن، اینم صحیح. اما آیا اینها در فعالیت هم برابرن؟ در دانش برابرن؟ در پیری و جوانی برابرن؟ در زشتی و زیبایی برابرن؟ در اخلاق مندی و نا اخلاق مندی برابرن؟ نه، برابر نیستن. پس به کار این که ما از ابتدا بخواهیم انسانها رو بر با برابری بسنجیم، در یک مواردی به کار میاد، در یک موارد دیگری اگر به کار ببریم خلاف عدالته. مثلا این در غرب هم لیبرال ها مثال آوردن برای اینکه بگویند چرا آزادی بر عدالت مقدم است و قید عدالت رو بزنن. اونا میگویند که اگه ما بنا رو بگذاریم بر برابری عدالت، مساویس با برابری، خب یه کسی که کارفرمایی بلده است میتونه عوامل تولید رو تعلیف و ترکیب کنه و تولید ایجاد کنه و سرمایه رو بیشتر کنه، با کسی که این رو بلد نیست مساوی نیست. حالا اون ایجاد کرده، درآمد بیشتر حاصل کرده، بنابر اصل برابری باید بیاید تقسیم کنه با اینکه بلد نیست و کار نکرده. در واقع ما این ظلم هم به او که کار میکنه، هم به اون که کار نمیکند، برای اینکه اون مفخوری یاد میگیره من چرا کار کنم، اونی که کار میکنه اون چی که به دست میاره با من تقسیم میشه. پس این چون آزادی اساس زندگی و فعالیت هست از دید لیبرال ها، بنابراین عدالت مقدمه. روشنش این که اصل بر نابرابری است. این که کار کن با ناکار کن برابر نیستن سر جاش. اما که به این دلیل باید قید عدالت زد، نه، این حرف نادرستیه. حالا خواهیم دید. این یه مثال راجع به اونهایی که عدل و عدالت رو به برابری تعریف میکنن. اما مثال از اونهایی که عدل رو عدالت رو بر نابرابری تعریف میکنن، یه تعریف از افلاطون تا امروز به زبانهای مختلف این بازگو میشود، یه تعریف هم از ارسطو، اونم همینطور. مال افلاطون میگوید که عدالت این است که هر چیز در جایی که لایق آن است قرار بگیرد. آقای ارسطو آمده میگوید که عدالت یعنی برابری برابرها و نابرابری نابرابرها. خب حالا ما بیایم این دوتا رو که بر نابرابری است، این رو وجدان اخلاقی بگیم شما بر این میزان بسنج اعمال اشخاص رو. خب این
تصدیق هر نابرابری همه و تبعیض هاست. به لحاظ اینکه اون بخش مهمی، اون چیزی که لیبرالیسم نمیخواد ببینه اینه که بخش مهمی از اون چیزی که اونهایی که کارفرمایی بلدن به دست میآورند حاصل روابط قواست، حاصل ظلم، ظلمه. به طبیعت زور میگن، آلوده میکنن، بهاش نمیدن، منابع طبیعت نزدیک به مفت به کار میگیرن، نمیپردازن، مثل همین قیمت نفتی که به ما میپردازن. عرض کنم به شما استثمار میکنن، نمیپردازن، خدمات جامعه انجام میده که اونها این کارفرمای انجام میدن، خرجش مردم میدن، دخلش آقا میبرن. پس همش این نیست که توانایی کار بیشتر دارد و بیشتر حاصل میکنه. و اگر بنا رو بگذاریم بر اینکه گویا یک اونجور که آقای ارسطو مدعی است کسانی خلق شدند، یا افلاطون هم میگه اونهایی که مثلا طبقات تقسیم بندی کرده دیگه، طبقات که از بالا به پایین، اینا اونهایی که هم طبقن برابرن، اونهایی که هم طبقه نیستن نابرابرن. خب این از کجا آورده شما این طبقه بندی رو؟ با محور قدرت این ممکنه دیگه، منهای قدرت که همچه طبقه بندی وجود نمیاد. پس در واقع اگر این رو بنا رو بگذاریم بر برابری برابرها و نابرابری نابرابرها، یا هر چیز جای خود قرار بگیره، میشود حاکمیت نخبه زور و فساد بر اکثریت بزرگ مساویس با دینامیک یا پویایی تبعیضها و نابرابریها و فسادها و خشونتها و اون چی که الان تو دنیا هست، میشه ضد عدالت. خب چرا اینها نتونستن تعریف دیگری از عدالت بدن؟ چون مثلا تعریف سومیست که ما از عدالت میکنیم بر مبنای موازنه عدمی به عنوان بیان کننده مثلا اندیشه استقلال آزادی. به لحاظ اینکه خب میگیم عدالت تمیز حق از ناحق، و میزان عدالت میزانی است که به وجدان اخلاقی امکان میدهد اعمال ما رو، پندار ما رو، گفتار ما رو، اینا رو با حق بسنجد. خب این به بیان قدرت نمیاد، برای اینکه قدرت ضد حق. پس نمیشه هم بیان قدرت مثلا در لیبرالیسم همچه تعریفی از آزادی، از حق، ببخشید از عدالت ممکن نیست، ولی باید خود اون بیان رو انکار کنه یا نقد کند و به بیان استقلال آزادی بازش گرداند. خب حالا این که ما میگوییم عدالت میزان تمیز حق از ناحقه، این کاربرد داره؟ بله، در تمام موارد کاربرد دارد. مشکل که ایجاد نمی کنه هیچی، تمام این مشکل هایی که قدرت ایجاد می کند ها هم نفی می کنه، از بین می بره. مثلا ما یک رشته اعمال انجام می دیم، یا اینا عمل به حقوق ذاتی حیات ماست و رعایت حقوق دیگران است، حقوق طبیعت است. خب این که انطباق داره با حق، میگیم این عمل ما عادلانه است، یا ندارد، خب عمل ما غیر عادلانه است. روشن؟ خب چون در مواردی که برابری بایسته هست، هم این میزان این رو مشخص میکنه، چون حق جهان شموله، پس همگان دارند، پس همگان در حقوق برابرند. استعداد رهبری هر موجود زنده دارد، چون جهان شمول است و همه دارند، پس حق انکار حق رهبری در انسانها خلاف عدل ظلم است، چون که ولایت مطلقه فقیه قطعا ظلمه، برای اینکه بر مبنای انکار حق رهبری انسانها در استقلال آزادی است، چون استعداد رهبری کاربرد پیدا می کند وقتی انسان از حقوق خویش برخورداره، این در استقلال آزادی است، در استقلال تصمیم میگیره و در آزادی نوع تصمیم رو تعیین میکنه. خب این اگه این برابری نقض بشود، میشه استبداد، میشه حکومت جبارها. پس در این مورد در برابری ها کاربرد داره. در نابرابری ها چطور؟ مثلا علم، اینکه کسانی
میرن دنبال علم و از کسانی که نمیرن دنبال علم کنون نابرابرن، زشت و زیباها با هم نابرابرن. اینجا چطور؟ کاربرد داره؟ بله. چرا؟ به لحاظ اینکه اونی که در علم پیشی میگیرد هرگاه این علم را با زور و فساد ترکیب نکند، با حق ترکیب بکنه، هم به نفع خود به کار میده و میبره، هم به نفع اون کسی که در علم عقب مونده و انتقال جریان پیدا میکنه، علم از دارنده به اونی که نداره، و این دائم از نابرابری گذر میشود به برابری. این عدله، با میزان عدل تمیز حق با از ناحق میخونه. اگر نه رفت و این علم رو با زور و فساد در آمیخت، چنانکه مدعی ولایت و مدعی فقیه همین کار میکنه. فرض کنیم که فقه تکلیف مدار علم دین هست که نیست، این رو میاره با زور و فساد میگه قدرت رو من به استخدام دین در آوردم. خود دروغ گنده میگوید، قدرت به استخدام در نمیآید، دین رو به استخدام خود در میاره، برای اینکه این دینه که توجیه میکنه، دین کارش توجیهه، قدرت محتاج دینه، توجیهه، دین توجیهش میکنه یا یه مرامی توجیهش میکنه، اما دین محتاج قدرت نیست، برای اینکه این قدرت با توجیه دین خود دین از خود بیگانه میکنه. پس این ظلمه، این که قدرت با دین در آمیزد ظلم است، برای اینکه دین را وسیله توجیه خود میکنه و با وسیله توجیه خود کردن از خود بیگانه میکنه. پس اینجا هم کاربرد داره. اما شما برای اینکه این میزان عدل رو بتوانید به کار ببرید، باید عرفان داشته باشید، عارف باشید بر حقوق ذاتی حیات خیش، باید عقل شما موازنه عدمی رو اصل راهنما بکند، باید شما توانایی این همانی با هستی رو، استقلال و توانایی خلق بگاه این همانی با هستی، آزادی رو داشته باشید. حالا به مقداری که اینها رو همین قفلت نمی کنید از حقوقتون، به مقداری که به کار می برید این حقوق رو، به مقداری که استقلال و آزادی خیش رو در پندار و گفتار و کردار خیش بازگو می کنید، عمل شما، پندار شما، گفتار شما، کردار شما بر میزان عدل و میزان اخلاقی شما عمل می کند در سنجیدن شما، عمل شما به حد. پس هر این فقط در بیان استقلال آزادی همچه تعریفی ممکنه. این است که شما میبینید در تمامی بیانهای قدرت از دینی و غیر دینی، از دینها و اون مرامهایی که انسانها ساختن، در یکی از اونها شما این میزان رو پیدا نمی کنید. حالا شگفت ها، شگفت ها، صد شگفت. در حوزه های دینی ما با وجود اینکه قرآن صریح است بر میزان عدل، تعریف میده از ارسطو و افلاطون میگیره، هنوزم رایجه. چرا؟ برای اینکه این دین را در بیان قدرت از خود بیگانه کرده، در این بیان دینی از خود بیگانه که دین رو کرده مجموعه از تکالیف قدرت فرموده، این میزان سنجیدن عمل به حق نه قابل بیانه، نه به قابل به کار بردن. حالا اگه بیاد بگه که ما بله قبول کردیم که عدالت یعنی میزانی که حق رو به اعمال، عمل رو به حق میسنجه، بسم الله الرحمن الرحیم، اول کار میان ببینیم که آقای ولایت مطلق این ولایت با حق میسازه یا نمیسازه. نمیسازه. این حقوق انسان که ذاتی حیات اوست، این انسان داره دیگه، اگر این میزان بپذیره باید این رو تصدیق کنه. به محض اینکه این رو تصدیق کرد، ولایت مطلق باطل، دین تکلیف مدار باطل، توجیه قدرت باطل، و باید این حوزه دچار یک انقلاب اساسی بشود، برای اینکه دین رو به عنوان بیان استقلال آزادی رابطه مستقیم انسان خدا باز بیابد. ببینید که ناتوانیش از اینجاست،
حالا آقای منتظری بعد از یک ارتباط از راه دور یک جزوه راجع به حقوق انسان در آورد، اونم الان مورد قفلت است، از اینکه چه حرفش نمیزنه. این راجع به تعریف عرض کنم به شما عدالت با مثال هایی که زدیم. حالا بر این میزان میاییم ببینیم که یک چند از رایج ترین موارد رو در جامعه های بشری مثال می آوریم که اگر اینها رعایت بشوند جامعه های بشری نظام اجتماعیشون تغییر میکنه، رابطه ها تغییر میکنه و زندگی هم در اونها تغییر میکنه. به قول ژاک اتاری میگه که این جامعه امریکایی و به قول من 50 سال قبل از او این دو گرفتاری انحطاطیه و این انتخابات ریاست جمهوری در امریکا هم او را از بند این انحطاط نمیرهد مگر اینکه یک نسل جدیدی بیاد و این همه چیز را دگرگون کند، انقلاب کند. خب حالا اون نسل جدید بخواد بیاد این دگرگون کنه، این محتاج میزانی است که این عدالت است به معنای سنجش عمل به حق در موارد اساسی. یکی از اون نخستین این موارد و از حقوق ذاتی حیات انسان، چون هر انسان موجود زنده است پس دستگاه اطلاعاتی داره و اطلاعات صحیح و راست میباید اخذ بکنه تا این زندگیش دچار خسران و ویرانی و مرگ نشود. این چیز واضحه. این بهش میگن حق راست گفتن و حق راست شنیدن، از حقوق ذاتی حیات انسان. به لحاظ همین که اطلاعات غلط شما اگر به اخذ بکنید، مثل همین مورد این ویروس کرونا می شود، یه دفعه دنیا به خودش میاد میبینه که باید بره تو قرنطینه، تازه امیر قرنطینه فراگیره و باید مرتب اونهایی که به موقع به پزشک مراجعه نمی کنن تأخیر می کنن برون بیمارستان، خدا دانت زنده بیرون بیان یا خیر. ها این به لحاظی که این حق راست گفتن و راست شنیدن رعایت نشده. فرض کنیم که این در چین که این بیماری پیدا شد این حق رعایت می شد، انصافا ولی همچنان مصیبتی دنیا بهش گرفتار نبود. فرض کنیم که انقلاب که شد آقای خمینی به محض ورود به ایران همین حق رو رعایت می کرد، نمی گفت که برای اسلام میشه دروغ گفت، میشه فریب داد، میشه بهتان زد، نه اینا رو نمیگفت. همین حق راست گفتن راست شنیدن رو رعایت میکرد. ما همشه 40 سال در استبداد ویرانگر نبودیم، الان هم در گرفتار ده تا جنگ نبودیم و گرفتار استبداد نادانان، جباران نادان هم نبودیم. خب این حق اساسی، حق راست گفتن و راست شنیدن هست تا همجور که میبینید به لحاظ ربط مستقیمی که با حیات آدمیان هر انسان و جمع انسانها دارد از مهمترین حقوق ذاتی حیاته. خب این در جامعه ها رعایت میشود؟ خیر. الان انتخابات ریاست جمهوری امریکاست، این دو طرفی که دارن رقابت میکنن سه شنبه هم رای گیریست، از این حق راست گفتن استفاده میکنن، به مردم راست میگویند و مردم راست میشنوند. نه هم خود اونا میدونن نه هم مردم امریکا میدونن. نه اصلا مسابقه است کی تیری بهتر خراب میکنه. اگر آقای بایدن موفق شد این حسابی این آقای ترامپ رو خراب کرد، او برنده میشه وگرنه این یکی عجب توانایی داشت، حسابی طرف معلوم. خب حالا این یک، دو کاربردهای میزان عدالت. گفتیم به این که اگه اندیشه راهنما بیان استقلال و آزادی باشه عدالت رو میشود به اصطلاح میزان تمیز حق از ناحق تعریف کرد. خب حالا ما یه طرز فکر هایده، هر انسانی انسان بدون طرز فکر نمیشود.
بسیار مدعی ها داریم و همه ما میشناسیم. اشخاصی هستن حالا یه روز دیندار بودن، حالا شدن ضد دین، یا از ابتدا تربیتی شدن که خود رو میگن ما ضد دین بار آمدیم. کسی بود حالا از دنیا رفته، نمیخوام اسمش رو ببرم، میگه من از 6 سالگی ضد دین شدم. خب و یه طرز فکری داره، میگه من طرز فکر سوسیالیستی پیدا کردم. خب حالا عمل این رو باید با طرز فکر سنجید. اگه خورد جور شد، ما میگیم که این نسبت به خود عمل او عادلان است. اگه نه چی؟ میگیم عادلانه نیست. اونجای سخن مهمیه پیش میاد. این که این طرز فکرش بیان قدرت باشه چی؟ اگر عمل او منطبق با طرز فکرش باشه بازم عادلانه است؟ سوال مهمیه. مثلا فرض کنیم آقای خمینی تو اون وقت هم که میگفته ولایت با جمهور مردم هست، در درون میگفته که این مصلحتا این حرف میزنم، مقائل به ولایت مطلقه فقیه بوده، ولایت هم ملازمه دارد با بکار بردن زور، و حالا ایشون هم نمیدونسته که زور از فساد جدایی ناپذیره. به محض اینکه ولایت با زور به کار بردن زور شد، به کار بردن فساد هم می شود و میشه ویرانگر و فساد گستر. این نمیدونست و مدعی ولایت مطلقه. حالا عمل او با ولایت مطلقه میخونه، عادلانه است؟ یک مقدار تأمل بکنیم. در اون قسمتی که در فرانسه ایشون اون اصول از اصول بیستگانه 19 تاش اظهار کرد، در اون که قطعا نه، چون اون چی که اظهار کرده با طرز فکری که در درون داشته نمیخونه و ظلم کرده به همه اونهایی که اینها رو شنیدن و بر این مبنا انقلاب رو پیش بردن، دروغ گفته، ستم کرده. این راجبه. حالا آمده به ایران، اعمالش رو منطبق کرده با اون ولایت مطلقه. حالا چطور؟ اون عمل ستم به حقه، ستم به حقوق مردم بوده که روزمره. خب دیدیم دیگه، این زور و فساد روزمره اعمال شده. پس عمل در انطباق، عمل ناحق در انطباق با طرز فکر او عادلانه است؟ به ظاهر بله، نسبت به طرز فکری که دارد عادلانه است، برای اینکه عملش با او میخونه. به واقع چی؟ نه. خوب توجه کنید، اینجاست که رابطه حق و قدرت رو آدمی در میابند و متوجه میشه این ضد دین ها چقدر دور مدارن. البته بعضی از این مدعیان دینداری هم همینطور. چرا؟ برای اینکه گفتیم قدرت دین رو به کار میبرد در توجیه، ولی همینجور که به کار میبرد او رو از خود بیگانه میکنه. مثال اینکه قرآن با صراحت میگوید تجسس ممنوع، حرام. خب این آقا اعلامیه داد، گفت که همه جاسوس هم 36 میلیون به اصطلاح بشوید جاسوس یکدیگر. اون زمان جمعیت اون زمان. یک، قرآن میگوید دروغ و بهتان حرام است. اصلا دروغ میگوید یکی از 4 گناه هست که خداوند هرگز نمی بخشد. خب این گفت برای خاطر دین میشه، هم دروغ گفت هم بهتان زد. قرآن میگوید به ظن و گمان عمل نکنید، به علم عمل کنید، در چیزی که علم ندارید نیستید، پیروی نکنید. خب جنگ 8 سال جنگ ایران انجام داد بر میزان یک پندار غلط، و برای اینکه یک نسلی که انقلاب کرده بود و این رو مزاحمتش کم کنه، بتونه استبداد فراگیر برقرار کنه. پس این به این به همین ترتیب که استبداد رو اعمال میکرد، ولایت مطلقه رو اعمال میکرد، دین رو هم چکار میکرد؟ از خود بیگانه میکرد. خب تقلب در انتخابات از مسلمات هست که این با دین در تعارض است. شما در امانت مردم خیانت میکنی، خیانت در امانت قطعا خلاف دینه.
مهمتر از این، شما آمدی در فرانسه بر یک اصولی در برابر دنیا با مردم ایران عهد بستی. وقتی میگویی که من از راه مصلحت اون حرف ها رو زدم، حالا هم خلاف میکنم، دین رو در اساس نقض کردی، برای اینکه دین یعنی عهد. اوهو اوفو و اوهود کن و وفا نکردی و پس دین از خود بیگانه کردی. این خوب توجه کردی؟ اون اگر بیان قدرت در کده کسی باشه ناتوان می شود از عمل کردن به اون طرز فکرش. مرتب این طرز فکر نگونبخت و باید از خود بیگانه بکند 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 تا وقتی که دیگه خالی بشه. اون وقت برس سراغ طرز فکر دیگری، کاری که بشره های عقلهای قدرتمدار روزمره در همه جای جهان انجام میدن. به نظرم این همین قسمت از بحث امشب ما رو شما هموطنان ما اگر کاربرد بهش بدید و توجه بکنید که فکر راهنمای شما اگر بیان قدرت باشه، شما نمیتونید عمل رو با اون منطبق کنید، بلکه او رو با عمل قدرت فرموده منطبق میخواهید کرد، در صدد بازیافتن استقلال آزادی و حقبندی خیش میشوید و میرید دنبال اندیشه راهنمایی که بیان استقلال و آزادی است. اون وقت متوجه میشید که دین و مرام نمیتوانند موضوع دشمنی باشند، برای اینکه موضوع نقدند. اونا رو باید نقد کرد و باز داشت از اینکه از خود بیگانه بشوند در بیان قدرت. اگر بیگانه شده در بیان قدرت، باز یا بتوانید او را باز یابید در بیان استقلال و آزادی. خب عرض کنم به شما سه کاربرد سوم که این بیشتر در کشور ما رواج روزمره داره. حالا اشخاص به هم میرسن و مثلا یک به دبستانهای دارند و اینا، حالا که میخوان بر هم منت بگذارند، این یکی به اون یکی میگه من به خاطر شما از حق خود گذشتم. خب این با میزان عدل میخونه؟ نه دیگه، میگه از حق گذشته دیگه، پس خلاف عدل عمل کردی، حق عمل کردی، پس عدالت رو نقض کردی. حالا که نقض کردی، هم حقوق به حقوق خود رو نقض کردی، هم به اون طرفی که به خاطرش از حق خود گذشتی ستم کردی، برای او رو نگذاشتی به حقش عمل کنی یا نخوندی به حق به حق. ببینید که این میزان چقدر حساس و دقیقه و وجدان اخلاقی وقتی همچه ترازوی داره چقدر روشن و شفاف میتونه اعمال و انسانی رو بسنجه و تصحیح بکنه و جامعه که از هم وجدان اخلاقی برخوردار از همچه ترازویی برخوردار هست، جامعه ایست عادل. خب عرض کنم که در جامعه هایی که انسان ها در رابطه با یکدیگر مجبور می شوند از حقوق خود چشم بپوشند و تن بدهند به تنظیم رابطه ها با قدرت، در این جامعه اخلاق وجدان اخلاقی این میزان رو نداره، اغلب گرفتار مثلا چرکین شده و ناتوانه از اینکه این اعمال آدمی رو با حق بسنجه. نتیجه اون جامعه ها ظالمانه هستن، ظالمه. خب اون در اون جامعه ها تجاوز به یک دیگر، عرض کنم که تبعیض ها، نابرابری ها، خشونت، خصوصا خشونتگری، این رواج کامل پیدا می کند. خب وقتی که همین خود رواج این حرف که تازه شده ارزش و انسان ها می گه آقا ما برای خاطر شما از حق به خود گذشتیم، یا شما در این جامعه های مختلف می بینید حالا میارن اینا را حتی در رمان ها، فیلم ها نام می کنن به عنوان ارزش به خود می دن، که مثلا یک زنی به مردی رو برمی انگیزه به کشتن دیگری به عنوانی که اون نشون بده این کار به خاطر او میکنه، از راه عشق به او میکنه. حالا به این جامعه جهانی گرفتار خشونته،
یه دلیلش این است که رواج پیدا کرده، یک ضد ارزشی به عنوان ارزش. میگه من به خاطر تو از حقم گذشتم. نه آقا، شما به خاطر من از حقت نگذشت، به حق خود عمل کن، مرا هم به حق بخوان. تواصو به حق، به حق بخوان، بیست به حق، به حق بخوان. این راه کاره. حالا همین هم شما نگاه کنید که اگه در این جامعه جهانی بخواهد رعایت بشود، این چقدر تفاوت میکنه زندگی انسان ها، چقدر آسان میشه زندگی. کاربرد چهارم، گفتیم که کاربرد عرض کنم راست گفتن و راست حق راست گفتن و راست شنیدن رو قبلا به گفتگو کردیم. حالا اگه بخواد جامعه ای داشته باشیم که انسان ها به هم راست بگن و از هم راست بشنون، این اعمال و گفتار و پندار ما چگونه باید باشن؟ چه ویژگی باید داشته باشن تا ما بتونیم راست بگوییم و راست بشنویم؟ ببینیم که ویژگی مهمی باید داشته باشن و اون شفافیته. حالی که ما انسان ها به ابهام گرایش داریم، خوشمون از ابهام میاد. چرا؟ ولی که فرض کنی یک کسی یه سخنی میگه یا ما یک مطلبی رو مینویسه، ما یک تعلق و خاطری به او داریم، یه طرز فکری هم خودمون داریم، میخواییم که گفته او موافق باشه با اون چی که ما فکر میکنیم. حالا اگر اون سخن مبهم باشه، ما خودمون به او معنا میدیم، نتیجه با دروغ رابطه ها رو تنظیم میکنیم. همین کار میکنیم دیگه. همه ما انسان ها به یک دیگر سخنان مبهم رد و بدل میکنیم، یعنی با دروغ رابطه ها رو تنظیم میکنیم. اگه نه بخواییم راست بگوییم، راست بشنویم، باید شفاف حرف بزنیم. شفاف بخواییم حرف بزنیم، باید که اون چه میگوییم دلالت مستقیم داشته باشه به معنا، و این معنا بدون ابهام منتقل بشه به طرف شنونده. اگه شنونده گیرندش و ذهنیتش ممکنه نه نگیره رو، بخواد به اون معنایی که میخواد بده، ما باید اصرار کنیم که آقای شنونده، خانم شنونده، اونی که شنیدی نیست که من میگویم، من اینه میگویم. و اینقدر این سخن شفاف تکرار بشود تا برداشت مبهم از او ناممکن بگردد. حالا در جامعه های بشری وارونه این کاره. سخن مبهمه که ای تکرار میشه، میشینه تو ذهنا به عنوان حق و یقین، تازم کسی هر کسا هر معنایی میخواد بهش میده. میشه این دینه یا مرام هایی که انسان ها دارن. شما همین دین تنها نیست، همین مارکسیز رو ببین، چند هزار این بلا سرش آمد بابت همین ابهام هایی که ساخته شد. حالا نوع لنینیزم و استالینیزمش که به توتالیتاریزم به بار آورد که فاجعه های عظیم بوده، اینا تنها که نی، در عمل روزمره یک معتقده به این ایست تعمل کنید و ببینید این دائم روزمره باید مبهم بگه، مبهم بشنوه، دروغ بگه، دروغ بشنوه. خب اینجا یه قاعده مهمی به ما این کاربرد عدالت که پندار و گفتار و کردار ما رو به شفافیت می سنجد و ابهام زدائی رو روش می گرداند، یه قاعده مهم به ما می آموزه. اون قاعده کدومه؟ اون قاعده این است: میزان ابهام در پندار و گفتار و کردارها شاخصی برای اندازه‌گیری حاکمیت استبداد بر جامعه و میزان زور و فسادی است که رابطه ها در بر دارند. جنگ ها و بحران ها و ویرانگری های اقتصادی و جز اینها از جمله فراورده های ابهام در پندارها و گفتارها و کردارها هستند. پس در جامعه به میزانی که قدرت اصالت پیدا میکنه، پندارها و گفتارها و کردارها مبهم میشوند. به میزانی که حقوق تنظیم کننده رابطه ها میشود و انسان ها به حقوق عمل میکنند، پندارها و گفتارها و کردارها شفاف میشوند، سرراست میشوند. در این جامعه ها اون وقت انسان ها میتوانند راست بگویند و راست بشنوند. خب
ما مجال بیشتر از این بنابراین ساعت گذاری که اندازه زمانی که معین شده است نداریم. این بحث مهم رو یعنی کاربردهای عدالت رو در ماه آینده پی میگیریم. گرچه این در حضور گفتگو و بحث کردن شیرینی خود رو داره، اما خب از راه دور هم امیدوارم که این بحث به مزاق شما شیرین آمده باشد و روزگار شما همه شادی باشد و تندرستی. شاد و پیروز باشید.